سلام و درود بر دوستان. و سپاسگزار از آقای دکتر میلانی که باعث بانی این شب آیینی شد. به نظر من انسان در طول زندگیش و در عصرهای متفاوت با روی کرده با آیین هاست که خودشون نجات میده. یک کتابی چاپ میشه، دکتر قانون پرور ترجمهش میکنه، من چاپش میکنم و سالهای برای دانشجوانی پیش میاد، برای کسانی پیش میاد و پروفسوری از من دعوت میکنه که یک شب دور هم دیگه جمع بشیم. این جمع شدن ها همیشه بوده، بشر خودش رو با آتش این جمع شدن ها، محبت ها، بدبستان ها گرم نگه داشته، با این دوستی ها گرم نگه داشته. اینجا هم با هم جمع شده بودن. این تیکه فیلمی که من از بچه های جنوبم، من میخوام اینجا از محسن شریفیان سپاسگزاری کنم که با اون همه سختی خیامخانی رو بعد از دهه 60 به هر حال با تغییراتی که تغییرات عجیب و غریبی که من میبینم برای که اصلش رو دیدم، این رو سر پا نگه داشتن. از بچه های پاریس، سعید شمزاده که با بدعت گذاری در آیین های جنوب و موزیک جنوب واقعا کار خیلی بزرگی کرده، و از همه بچه‌هایی که در سراسر ایران این سنت، این آیین ها و باورها رو، باورهای انسانی رو زنده نگه داشتن و به نسل های بعدی منتقل کردن. برای که من امشب به سه تا سوال جواب بدم، یکی از سوالا اینه که چرا و چجوری الغرق نمیشه. ببین، توی دوره سیاه تاریک که آیین جنازه آوردن برقراره، من به طرف زیبایی میرم، به طرف رنگ آبی میرم و حتی موجوداتی رو که حیات ندارن بهشون حیات میدم و اینو میذارم در مقابل اون میادینی که پر از آدم های آویزون، اون سنگ سارا. اون چرا واقعا اینو نوشتم و چجوری نوشتم؟ یه سواله. سوال دوم اینه، اینا سوالایی که من وقتی اومدم خارج از خودم کردم. ببین، ما آدم شب وقتی که توی میون آتشه خیلی سوالا رو از خودش نکنه، مجال سوال کردن از خودت نداری. وقتی یه ذره شروع میکنی استراحت کردن و این سالا شروع میشه. من اینجا از خودم پرسیدم چی شد که من اینو نوشتم، چرا نوشتم و واقعا چرا توقیفش کردن. من نمیدونستم چرا توقیفش کردن، ولی جوابشو پیدا کردم همین اخیرا، همین از آبان ما به این طرف جوابشو پیدا کردم و فکر کنم این کتاب به چیزی نداره، چرا باید توقیف بشه. و بعد سوال سوم اینه که من چرا کتابام تو آمازون گذاشتم و چجوری گذاشتم. خب، برای اینکه اینا رو جواب بدم باید برگردم به 10 سال اول زندگی. ببینید، انسان در تنگناهای زندگی اگر متوسل نمیشد به، اگه مقاومت نمی کرد، بدعت گذاری نمی کرد، داستان نمی ساخت و با این داستان ها آیین هایی رو به جا نمی آورد، نابود شده بود. یعنی هنوز تو غار بود. ما مثل ماهی میمونیم، مثل ماهی که تو اقیانوسی از قصه ها هستی. انسان رو از قصهش بیاری، از اقیانوس داستان ها بیاری بیرون و فقط بخوای یک داستان تحویلش بدی و این رنگارنگی رو ازش بگیری، میمیره. من 10 سال اول زندگیم در روستای کنار دریا به دنیا اومدم و زندگی کردم که چشمم 10 سال به روی زیبایی باز میشد.
صبح که میومدم طلوع آفتابو که میدیدم، دریا آبی دریا رو میدیدم، غروب با اون همه زیبایی، زیبایی رفت تو ذهن من، تو سلولهای بدن من. ما آیین‌هایی داشتیم که اینجا من سعی میکنم خیلی خلاصه ازشون صحبت کنم. یه آیینی داشتیم که مخصوص اجراش مخصوص پدرم بود، داییم و پسر خالم. اینا آیین شعرخوانی داشتن. من اولین جلسات شعرخوانی رو تو جفره، شبهایی که بابام از کنگون می اومد، از سلویوم می اومد، عرقی، یه شیشه بطر عرقی از عرق فروشی توکلی می خریدن، می اومدن صفا. این آیین مردونه بود. ولی یه زن، یه دختر بچه اونجا بود. اون دختر بچه من بودم. تا 10 سالگی که تو جفره بودم، هر وقت بساط عرق خوری بود، من رو پله‌ها نشسته بودم. یه چشمم بساط عرق خوری بابام و داییم و عموم بود، یه چشم بود که پدر بزرگم نیاد، چون اون مخالف عرق خوری بود. من یا سوت می‌زدم یا آواز می‌خوندم یا چیزی، اونا می‌فهمیدن که این داره میاد و بساطشون جمع می‌کردن در می‌رفتن. تمام شعرهای اوائل گل سرخ هست و انتهای بارمان میرزازاده عشقی رو بارها شنیدم تو بچگی، از نسیم شما شنیدم تو بچگی، از توفیق شنیدم تو بچگی. تمام شعرهای ایرج میرزا رو دایی پسر خاله من حفظ بود، بابام حفظ بود، داییمم تا دلتون بخواد از تاریخ و نمیدونم همه این چیزا. این یک آیین بود برای اینا که اون فضای سیاسی و حاکم بر یا اون چیزایی رو که بود اینجوری صفا میکردن با هم دیگه و آیین میگساری رو برگزار میکردن. و من قاتین اینا بودم بدون اینکه از مشروباشون، از شعراشون مست میشدم. خب این تنها آیینی بود که زنا دخالت نداشت. یا آیین دیگه بود زار. ببینید الان شما برید روی یوتیوب نگاه کنید، رو یوتیوب ببینید چی میبینید. یعنی آدم میخواد یعنی من فکر میکنم اینا چه فیلماییه. ببین آیین‌هایی که اونجا اجرا میشد یه ویژگیایی داشت تو اون روزهایی که من بودم و بسیاری از کشتار نداشتیم اصلا. یعنی کشتن هیچ چیزی، هیچ قربانی تو این آیین‌ها نبود، بر اساس رقص بود. تنها آینی که من توش رقصم داشتم همین آینه میگساری بود که کسی نمیرقصید ولی شعر فراوون میخوندن. رقص و آواز و نداشتن قربانی و این ستا واقعا ویژگی اساسی و شرکت زنها در تمام این آینه زنها بودن، جز همین که گفتم و به اضافه مثلا یزله که نقششون فرعی تر بود. تو زار نقش اصلی زنا داشتن، مامای زار خالی من. ببین الان شما نگاه میکنی تعریف داره براش. من نمیخوام مثل اینا که میخوان میگفتن کومو یعنی خدا نیستم، یعنی خدا، من به شما میگم کومو نیست یعنی خدا نیست. بعد توضیح میدادم، من نمیخوام اونجوری بگم، ولی شما نگاه کن گروپ تراپیایی که هست، مدیتیشنایی که هست، همه اینا میشه خیلی راحت نگاه کنی اون انسان با اون گستره دیدش متوسل شده برای اینا که نفس بکشه، که زندگی کنه، که از پس چه چیزی بر بیاد، از پس بیماری بر بیاد، از پس بلایای طبیعی بر بیاد، بلای زلزله، آتش سوزی، طوفان، بیماریایی که میامد و از پس اشغال فکری و زورگویی و جباریت بر بیاد. یعنی دو جور بلا داشتیم، یکی بلای طبیعی بود، یکی بلای انسانی بود. و انسانی که تو من تو خانواده‌ای که بودم، تو قبیله‌ای که بودم، برای اینا یه چیزایی پیدا کرده بودم. خب من یه مراسم زار رو برای شما میگم که همینجوری رو آب انبار بودم که تو اهل غرق میتونید بخونید این آب انبار زایر منچه. یه دیدم یکی مثل تیر شهاب در رفت طرف دریا و اونجا رو ماسا افتاد، تخته شد. میگفتیم تخته میشه.
یعنی وقتی تخته می شدی ارتباطت با جهان قطع می شد. این بیماری جسمی هم نبود. مثلا بیشتر ما عاشق می شدن اینجوری می شدن. این عاشق شده بود. خب ما چیکار کردیم؟ ما هممون یواش یواش از خونه بیرون اومدیم، جمع شدیم دورش. خاله من مامای زار اومد دورش دایره کشید، رقصیدیم، شروع کردیم، خوندیم و رقصیدن. اینقدر رقصیدیم رقصیدیم اونم تکون کرد. آخرش اونم شروع کرد تکون خوردن. و اول این دستاش، بعد اینا، شروع کرد، بعد نشست. خیلی خوب از اون حالت تختهی بیرونش رو بردیم، بعد بردیمش سر رود. یه جایی بود کنار یه امامزاده. ما مسلمون بودیم، فکر نکنیم خواستم کافر مافر بودیم، ما فکر میکنیم خیلی هم مسلمونیم. و یه مثلا یه جایی بود سر رود، این آب روش ریختن، امامزاده بود، آب روش ریختن بردنش. حالا آوازهای دامادی براش میخونیم، بلکه فکر میکنیم که این به زندگی برگشته، به حیات برگشته، به همش شد. یعنی تمام این آیین ها نتیجه شادمانی بود. نتیجه این بود که انسان از اون بی‌حوصلگی و ترس و وحشت و اینا بیاد بیرون. یکیش که یادم ماه گرفتگی، بعدا خب الان میفهمیم که ما چی چرا میگیره. موقع آخرین باری که من رفتم رو یوتیوب هم تحقیق کردم ببینم چجوری شده که این آخرین باری که ماه گرفته کی بوده، دیدم اوه 1336 1337 1338. گفتم خب، بعد گشتم ببینم جفره کجاست، تو نقشه نبود. خب نفهمیدم کجا، مثلا کدومش بوده که اونجا مثلا ما نصیب ما هم شده. یادم میاد خودم بودم، باید با ظرف مسی، هر کس هر چیز مسی داشت، میرفتیم تو تاریکی شب با فانوسای روشن، برق هم نداشتیم، و شروع میکردیم باز خوندن و رقصیدن. شعراش اینجا هست. اینقدر میرقصیدم، اینقدر میخوندیم که ماه یا صبح میشد یا روشن میشد. این آخرین باریه که من این مراسم رو با چشم خودم دیدم. یکی دیگه هم داشتیم که حتما همه شما هم داریم، دعای بارون بود. از خدا میخواستیم برای ما که عیالواریم، ما رو گشنه نگه نداره، بارون بریزه، با رقص از خدا میخواستیم. شما میتونید تصور کنیم ما چه جور مسلمانی بودیم. با رقص و آواز از خدا میخواستیم که یک نفر رو پیرانش لخته پلخته تنش میکردیم و میبردیم و طی یه مراسمی با رقص میخواستیم که بارون بزنه. تو اینجا هست که چجوری بوشهر، جفره، آبش لوله کشی میشه و بعد از اون گلی هم میره پی کارش دیگه. مثلا برنامه گلی خیلی از این مراسم هست میشه، برای که ما اون مشکل رو حل کرده. وقتی اون مشکل هم میشد، اون مراسم هم دیگه درش به هر حال تخته میشد. خیلی خوب، یه دو تا چیز دیگه میگم که زیباست. یکی اینجا دیدید خیامخانیه، خیلی فرق میکنه با خیامخانی ما. ببین خیامخانی خودتکانی بود، رنج و درد و بیرون میریختن. همین تازگی ها یکی به من گفت گندش رو در بردن این آخه جنوبیا، تو اعضا هم میرخصن، تا هر چیزی میشه میرخصن. خب ببین این رقص آیین این بیچاره ها بوده از اول، از 5000 سال پیش. اینا دعاشون بوده، یعنی به مرور زمان حذف شده. خب من خیامخانی خانواده من یادمه، آخرین خیامخانی بعد که رسیدیم به بعد از انقلاب، برای شما میگیم ببین درد و رنج و این چیزا رو میتکندی. بعد اینجوری نبود که مثل مجسمه بشینی، غیر ممکن بود کسی مثل مجسمه بشینه. اینقدر تکون میخوردی میرخصیدی که این پرنده میشدی، دیگه اصلا وزن نداشتی. و بعد ای چرخ فلک، خرابی از کینه توست، بیدادگری شیوه دیرینه توست. ای خاک، اگر سینه تو بشکافند، صد گوهر قیمتی که در سینه تو سینه توست. این بیت آخر رو اینقدر میخوندن و نه با این آهنگ ها. ببین این تو این آهنگ اعتراض بود، شادمانی بود. اینجا میکس شده تمامی چیزایی که من تازه میبینم. حالا یا گروه های دیگه هستن دارن اینا رو مثلا مناطق مختلف فرق میکرد، ولی با اون چیزی که ما اجرا میکردیم، این مثلا
خیام و فایز و یزلت میکس شده. درسته این ستا با هم کاملا متفاوت بود. آخر خیام خانه یه یزله کلی میکردن که دیگه همه قش میکردن و توش لازم بود که آدم مشروب بخوره. یعنی تو نمیتونستی، یعنی مردا که حتما باید مست خراب میبودن که میتونستن مشروب بخوره چیز کنن. خیام خانه مسئلهش اصلا به قول اینجا یا سرو مشروب بود، پودکا میدادن. خب و یه چیز داشتیم و یه پایز خانی داشتیم. پایز یه جوون دشتسونی بود که یه شب یه روزی عاشق یک دختری میشه و با این دنبال ایران میافته و اینو میاره خونه و اینا. و این دختر آدمیزاد نبوده، پری بوده، پری زمینی بوده، پری نه چشمه ها بوده. خب یه مدت زیادی با هم چند ماه یا یه سال زندگی میکنن و یک روز این میره. وقتی برمیگرده میبینه پری رفته و دیگه به سر پایز میزنه. تمام دلا کردم نصیحت چند بارت، دلا کردم نصیحت چند بارت که با خوبون نشستن نیست کارت. نصیحت کردم و نشنیدی از ما، پریشون کرده خوبون روزگارت. شو تاریک ز بندر بار کردم، غلط کردم که پشت از یار کردم. نشستم بر سر بس چقادک، نشستم گریه بسیار کردم. خب ما تو این چیزا خیس میخوریم و میایم هم تو اون شب شعرخوانی های میگساری، آیین میگساری، هم تو این چیزا و میایم هیابانگ انقلاب رو میشنویم. همه جنوب یه آیین هایی داره و حوادثی برش گذشته. هیابانگ انقلاب چیه؟ هیابانگ انقلاب برابری، برادری، خب اسلام، مذهب، حق کسی رو فقیر نباشه، این چیزا هست. ولی سر گردنه انقلاب که میرسیم یقمون رو میگیرن. خیلی چیزا شروع میکنه زیر سوال رفتن. اول از همه صداها، صدا ممنوع میشه. لباس، رنگ، اسما، اول از همه کلمات، واقعا کلماته. شما نگاه کن، کرمانشاه میشه باختران، ارومیه میشه رضایه، خمینی‌شهر نمیدونم چی اسم اصلیش، کسی یادش هست؟ کلماتی میاد با خودشون یه مفهوم جدید میارن. این سر گردنه انقلاب. خب و این کلمات ترسناک. من از اینجا فکر میکنم که اینا چرا این کلمات داره از بین میره و تقلا میکنم، شروع میکنم میرم این ور و اون ور که این کلمات رو جمع کنم، کلمات اصلی که داره مد میشه و با مفاهیمشون میاد. مستضعفین، مفسد فلعرض، زناکار، سنگسار. اولین باری که من سنگسار شدم گفتم او من قلعه سنگباران تو امیرالسلطنه خوندم. ما از مذهب هیچی نمیدونستیم. مذهب ما این چیزی بود که بهتون گفتم، به اضافه ای که مادر من مثلا میگفت ببین ای اعتقاد قلبیشون بود، اگه صبح رفتی بیرون یا آخون دیدی باید کفاره بدی یا برگردی خونت. باور کنید اعتقادشون بود. ما یه چیز داشتیم، یا آخوندی داشتیم، سال دو بار می اومد، سال دو روز می اومد جفره. خب این بدش می اومد کسی پشتش را بره، همش فوش می داد، فوش خوار مادر می داد به کسی که پشتش را بره. تنها بعد حالا چجوری ما نماز جماعت می خوندیم روبرو هم دیگه، او می سن ما هم جلوش، هرچی او می گفت ما هم می گفتیم، نمی فهمیدیم چه میگه. گاهی وسطش هم شعر ور می گفت، گاهی وسطش یه بوزی می اومد اونجا یه چیزی می خورد، در می رفت، می رفت بوزشو می گرفت دوباره بر می گفت. یعنی بابا مذهب برای ما شوخی بود، خدا رفیقمون بود. باور کنید مسجد یه جایی بود که آدم توش احساس آسایش میکرد. یعنی فکر میکردی وای چقدر خدای خوبی ها، یعنی احساس امنیت میکردی. خب ما از
هیابان که انقلاب رسیدیم به گردنه انقلاب، حالا خود انقلاب، همه این آیناش تبدیل میشه به چیزی که همه چیزای هولناکی که همه ما شاهدش بودیم. خب هر کدوم از ما تجربیاتی داریم وحشتناک و واقعا بیشتر از هر کدوم از ما میتونیم دو سه تا رمان بنویسیم، دو سه تا کتاب 1000 صفحه خاطرات بنویسیم. تا 65 دخلی از خانواده من آوردن که نظیر نداشت. اول از همه رفتن سراغ شوهر خواهرم. تو شهر جار میزدن که هیچ کسی از این شکایت داره تو بوشهر. هیچ کی شکایت نمیکرد. برای که معاون اداره کار بود. بوشهری بود، معاون اداره کار بود. جوان خوشتیپی هم بود بیچاره. جرمای خیلی سنگین. و یکی جرم خیلی مهمترش این که یه سالی که واکسن فلج آوردن اونجا، واکسن هم مونده بود. به بچهش هم رسید، فلج شد در 3 ماهگی. دختر مثل ماه. چشمای زیبای از پریای دریایی خوشگلتر، سبز و آبی. خب ما با همیشه با اقلیت‌های مذهبی خیلی رفیق بودیم، نمیدونم چرا. ما با یهود، دوستان یهودی زیادی داشتیم. پدر بزرگم هم حکیم بود، خیلی‌ها رو دوا کرده بود تو بوشه. اینا تو اسرائیل شوهر خواهرم گفت ما رفیق داریم اونجا. دختراشون شنیده بودن تو شیراز این بدبختا دخترشون رو بردن اسرائیل، دختر 3 ماهه رو بردن زمان شاه اسرائیل. 3 ماه اونجا بودن یا 4 ماه، 5 ماه. حالا خوبم که نشد، بهتر شد ولی خوب نشد. ولی 4 بار شوهر خواهر منو بردن به عنوان اینکه یا داشتن دلیل میخواستن که تو چرا رفتی اسرائیل. دلیلشون هم جلو چششون بود. این فقط یکیش بود. برادرم 16 سالش بود که گرفتن انقلاب شد، 19 ساله گرفتن اعدامش کردن. وقتی اعدامش کردن اجازه نمیدن خاکش کنیم. بردیم خاکستون بوشهر با چوماق وایساده بودن جلو چاپ. پدر ساده دل من که به همه این آخونده ماهانه چقدر کمک میکرد گفت ببریمش رونی، روستای خودش پر تاکستان، آدمایی که اصلا مذهبی نبودن، باورتون میشه. و میبرن اونجا همه با چماق جلو بسن، رفیقش که هم کلاسیش بوده. خب که با هم اصلا رفیق اینجوری تو عرق خوریاش میومد بعضی وقتا. من هنوز قیافش یادم، همیشه مست بود. نذاشتن. آخرش باج دادن یا رفت شوهرخوارم رفت پول داد اینا. تو یعنی میخواستیم بندازیمش دریا. یعنی فکر کردیم یعنی پسر خالم همه دریا هم خروخ شده بود. دریا هم خروخ. گفت تاریک بشه یه جوری میبریمش میندازیمش دریا. شما فکرش کنید. تا 65 خواهرای من، یکیش محکوم به اعدام، یکیش با شوهرش و اینا محکوم به اعدام فرار کردن که پسرش تو 16 سالگی اینجا مرد چون بیماری قلبی گرفت، دکتر نداشت ببر. یعنی نمیخوام شبتون رو خراب کنم ولی تو این سیاهیه که من فکر کنم همه چی داره از بین میره ولی هیچ کدومش هم اصلا خداگاه نیست. یعنی شروع میکنم یه چیزایی رو نگه داشتم. یعنی شروع میکنم آخرین کسی که گرفتن من بودم. دفتری میخواستم بیارم، دفترم یادم رفت، کلی چیزا یادم رفته بیارم. این دفتر منو نجات داد برای که توش کلماتی بود که نمیشته بودم. یکی از کلمات گشو بود. اینا منو گرفتن تو پست، تو سر تو خیابون اسدآبادی شیراز. میخواستم تلفن کنم که خواهرم اینا از مرز در رفتن. اومدن گفتن یه سال ساده توی پیکان سفید بردنم. تنها چیزی که اسمی که از اونجا یادم مونده اسم سگشون چارلی و آره چارلی. اون کتاب اونو وز کردم. بعدش تو کمتر از 1 ماه اونجا بودم، فکر میکنم 3 هفته 25-6 روز این کلماتو میگفتن. فکر میکردم رمز گشو یعنی دیوونه به بوشهری. گفتم آها من دارم کلمه جمع میکنم چون میخوام نویسنده بشم. این گشو منو نجات داد.
پرسیده بودن از بوشهری و از این خب بعضی بوشهری ها نمیدونستن گشو چیه این خب باید جفره اصیل باشه باید جفره اصیل باشه خلاصه بالاخره من اونجا نقش یک نم کسی که احمقه یعنی کسی که فکر مونه خیلی استعداد داره خیلی میفهمه ولی هیچی سرش نمیشه بازی کردم تا اون ایگوی اون بازجویی که فکر میکرد خداست ارضا بشه و فکر کنه این احمقی چی نمیفهمه منو ول کن وگرنه همون موقع خواهرم زندان عادل آباد بود و هیچ وقت هم هیچی نگفتم از اون شب خیلی دیگه من آخریش بودم اومدیم کار کردیم جنگ شکست خورد یا گفتم پیروز شدیم جا پیدا شد برای که اهل غرق و حالا هر چی داستان می‌نویسم برمیگردم به دریا اما حالا دیگه نگام به ده زنگرو فرق میکنه الان نگام همون موقع دیگه یعنی بعد 65 نگام به یال فرق میکنه نگاه هم به بری دریایی فرق میکنه ببین یال در جنوب زنی است که برای که یا تو اون فرهنگی که من بزرگ شدم زنی است که برای که آواز بخونه جیگر زن زاو رو در میاره و تو دریا زندگی میکنه گفتم خدایا این چه سر این زن کی بوده چه سرش آوردن که مجبورشه کسی که آواز خوندن دوست داره نمیتونه بره آدم بکشه این چجوری توابش کردن کی بوده اینو تواب کرده این سوال برای من پیش اومد و فکر کردم برای چی اون بخش عاشقانه و سکسی یک دختری رو تبدیل کردن به ماهی آیا این پری دریایی همون پری دریایی سراسر جهانه یا تو این منطقه تبدیل شده به این بعد از یک گسستایی یک حوادثی دیزنگرو چرا روشنایی رو میگیره بعد یادم اومد که تو راه بوشهر و جفره تو شیراز که میرفتیم بابام همیشه تو اون ما سر اون راه قدیمی میرفتیم درست نشده بود کتل رودک و ملو و اینا وحشتناک بود 24 ساعت طول میکشید اونجا دریاچه ها و دریاهایی بود که پدر من پولا رو تعریف میکرد و از آناهیتا حرف میزد این آناهیتاست خب بعد فکر کردم خدای من آیا اینا وقتی آناهیتا خدای روشنایی خدای عشق خدای مهربانی خدای موزیک خدای همه چی باشه این چند شقه نشده اینجا اومدم یه داستانی نوشتم بعدها آناهیتا و آواز عاشقانه عشق ولی اون موقع دیگه سوال شده بود برام و رفتم به طرف اهل غرق و نوشتم و کتاب چاپ شد اولش کنیزو بعد اون چیز چاپ شد واکنشان دو جور بود آقای زنده یاد علایی و نجف دریابندری خیلی تعریف کردن یعنی ویلکام خوش آمد گفتن بیادم شروع کردم من گفتن به جای اهل غرق به جای کنیزو منیرو منو صدا میزدن کنیزو و به جایی که بگن اهل عرق غرق میگفتن اهل عرق یعنی میخواستم منو بجزونن هم بگن تو فاحشه هستی هم که عرق خوری خب من عرق میخوردم ولی نه اونقدر که اینقدر با اون کتابو نمیشه با عرق خوری بنویسی با جون کندن میشد بنویسی خب و یعنی اینجوری برخورد یه ده اینجوری بود که اصلا مهم نیست الان زمان گذشته و تمام شده رفته خب من به نوشتن ادامه دادم تا دیگه روزگار بارو انداخت روزگار که نه سیر زندگی منو انداخت اینجا فکر کردم که خب اومدم اینجا تبدیل به جنازه بشم بهش حس کردم که آقا اینجا مثل فراموش خانه میمونه یه عده رو میفرستن اینجا که فراموش بشن و اگه به خودت نیای برباد رفتی ها هر روز صبح بلند شدم برنامه برای خودم درست میکردم هر روز صبح و بعد سراغ دوستان سرخپوست پیدا کردم و رفتم سراغشون و افسانه‌هاشون رو دوباره رفتم همون جایی که تو ایران تکرار کرده بودم و بعد دیدم ای خدای من بهشون به یکیشون گفتم گفتم نگاه کن این چیزی که رو اینجای شماست یا رو مثلا صورتتون رو چادراتون رو این کپرمانندی داشتن
گفتم نگاه اینا وقتی زن زا تو بوشهر تو جفره دنیا می اومد رو پیشونیش اینا آبی میکشیدن رو این کپرش رو اگه دیوار داشت رو دیوارش اینا وقت کلی با هم رفیق شدیم کلی افسانه می‌زدیم بعد رفتم شهرهای اطراف شهرهایی که گاستانایی که از چیز افتاده و تمام داستانای کوتاه هم دیگه حالا راجع به اینجاست و راجع به فضای اسطوره‌ای و این چیزایی که اونجا مثلا اعتقاد دارم بعد یه جا رفتیم که سنگای خیلی گنده خیلی گنده گفتم این سنگا به رفیقم گفتم این سنگا گفت اینا شیطون رو برده گفتم ای واقعا من یه داستان دارم سنگای شیطان و یه جایی بود سنگای شیطان دیدم چقدر این بشر میتونه با هم نزدیک باشه چقدر میتونه با هم ارتباط داشته باشه و حالا به هر حال یه روزی من امیدوارم که بتونم چیزای یاد داشته رو اینجوری چاپ کنم یا داستانم رو چاپ کنم اینا اینجا که اومدم قبلش تو ایران یه گروه کولیا درست کرده بودیم امروز ازشون از دو تا از اینا که اینجا هستن تشکر میکنم کولیا رو که درست کردم فکر کردم خب من نه جا میدن به نه میتونم دانشگاه درس بخونم تو خیابون کنم آقا جان یه روز بلند شدم گفتم آقا گروه کولیا تشکیل شد خب همیشه برای خودم مثلا یه چیز در مقابل مشکلات خب در مقابل مشکلات یه چیز گنده میگه اینجوری میکنم که فکر کنم زنده هستم که فکر کنم که تو فراموشخانه نیستم تو تمام این مدت حس کردم بعد از انقلاب همه حرکت ها به این طرف بوده که منو ببرن تو فراموشخانه اونجا درشو ببندم فراموش بشم بره و کپک بزنم خب یک گروه اینترنتی باز کردم با داستان و داستان خونی که بسنشو بعد اومدم اینجا دوباره گروه اینترنتی دوم و بعد دیدین از 2012 یه مدتی دانشگاه از 2012 این گروه کولیا کتابخونی و همه این چیزا و نوشتن ولی یه چیزی میلنگه آقا من کتابامو چیکار کنم هرگز دست نکشیدم از اینکه یه دری رو بزنم همیشه فکر کردم یه دری کنارم بازه ولی من نمیبینمش یه جوری باید بازش کنم همیشه فکر کردم و خلاصه کتاب آوازخوان دورگرد که شعرم هست دادم به یک دوست ناشری در لندن اسنش ای خدا ای نگاه میکنم میرم از بالای آمازون تکون نمیخوره میگم دارم اشتباه میکنم میرم که دو ماه بسلر آمازون بود تو زبانهای خارجه فقط شعرهای انگلیسی بیشترش بود یعنی تو همه زبونا بعد از بچهای کولیا کار کتاب چاپ کردم باز دادم به اون ناشر اونم چاپ کرد و بعد فکر کردم خیلی خوب عالیه اما من با همه اینا رسیدم دارم میگم ببین من یه نمایشنامه چاپ کردم و به نام اجرا کردیم و به نام رستم از شاهنامه رفت ببین من کلی فیلمنامه نوشتم و من مثلا 43 تا کار کودکان کردم و همه رو مثل بز اخفش میمونم من مثلا بز اخفش میخوام من با یعنی داشتم خود برای همه اینجا داشتم خودم رو معرفی میکردم حالا اینکه من درس میدم و اینا هیچی ولی به عنوان نویسنده‌ای که این همه کتاب داره این همه نمیدونم چه میدونم رمان داره کار کودکان کرده فیلمنامه نوشته چی 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 گفتم خدای من دارم خودم رو توضیح میدم و این یعنی که اینا موفق شدن یه چیزایی داره از بین میره همون موقع داستان مادر زینالی رو خوندم شنیدم که رفته دادگاه گفته پسر منو آزاد کنیم گفته همچی چیزی وجود نداره گفتن همچی کسی وجود نداره اینا ریختن تو خونه شون پسر رو جلو چش مادرش و اینا بردن سه ماه بعدم پسر زنگ زده بعد وقتی 17 سال بعد که رفته همینجور رفته گفتن سب کن 17 سال که بعد گفتن اصلا چنین کسی وجود نداره ما اسمشون نداریم گفتم این اگر مادر نبود دچار توهم میشد خودش هم دچار توهم میشد بنا به اینه که همه ما دیسپیر بشیم از این کلمه دیسپیر خیلی خوشم میاد تو این کلمات انگلیسی خب گفتم بناش اینه و ما مقاومتمون فقط تو خیابون نیست ما نباید دیسپیر بشیم باید باشیم همیشه این جن بوداده همینجوری وایسیم
حتی اگر هیچ کاری نکنیم همینجوری علیکه خودمون شروع کنیم آواز خوندن، شروع کنیم جیغ زدن، شروع کنیم شکلک در آوردن. فقط باید باشیم. خب حالا چجوری باشم؟ اون ناشر اون طرف، اون ناشر این طرف، چجوری من کتابم چاپ کنم؟ یه جمله خیلی قشنگی تو قرآن هست، حالا ببخشید وسط همین اینا مسلمان ها میگن، میگن بخوانید مرا تا اجابت کنم شما رو. خب یک دفعه فردا صبح شیکی با من تماس گرفت و گفتم آره من مثلا اینه گو او من یکی رو میشناسم که میتونه کمکت کنه تو آمازون فلان هست. خب گفتم تنها راهش اینه که من این کتابا رو چاپ کنم و یکی یکی چاپ کردم. حالا در اون وقتی این کتاب رو چاپ کردم یادم رفت از میدل ایست گفتم حالا سب کن دیگه، این همه کتابه دیگه که داره حملش کن مثلا این آروم آروم. من خودم یادم رفت، دیگران که یادشون نرفته بود من میدل ایستم. خب میدل ایستیم زدم و زبون فارسی ساپورتش رو از دست داد. همینجور مونده بودم چه خاکی به سرم بریزم مثلا با یعنی اینقدر در بسته ای تو بکوبی، هی در بسته ای تو بکوبی، دوباره روز از نو، روزی از نو، صبح بلند شو پاشنه تو بکشی بگو حالا چیکار کنم. هم وسط آقای چیز زنگ زد، خانم پرور، من میخوام این کتاب ترجمه. گفتم ای آقا خدا خیرت بده اینو ترجمه کن. من که این ترجمه شد من بلافاصله شبای شورانگیزم براشون نوشتم. خب وقتی که اینا رو چاپ کردم به انگلیسی تازه فکر کردم ای تو چرا اینا رو نوشتی؟ و یادم اومد به اینکه پسر داییمون گرفتم سه تا خط رنگی رو کفشش بود، سه روز گرفتن زدنش که جونش در رفت. گفتم ببین تو داری فضا رو عوض و آزادش کردم. من رفته بودم گفتم آقا چرا این رو گفت تو این داشته فضا رو عوض میکرده با یه کفشی که سه تا خط رنگی بود. خب من فضا رو عوض کردم. وقتی از خودم پرسیدم چرا، اینا فضای یک دست میخواستن و من برای نجات خودم و نجات اون افسانه ها و باورهای زیبا برای اینا رو نوشتم، برای که فراموش نشن. تمام دهه 60 نگاه کنید، چهارشنبه سوری قدغنه، هر روز پنجشنبه تو شیراز، پنجشنبه یا آخرین پنجشنبه عید میون جنازه می آوردن از جبهه که کسی عید نگیره. همزمان حمله ها نگاه کنید، حمله های جنگ همزمان با وقتی که نوروز داره نزدیک میشه که شادی نباشه. خب تمام دهه 60 هیچ کس خیام خانی اصلا سوراخی ازش نبود، فقط پاییز میخوندن. رنگا سیاه، خاکستری، قهوه‌ای، هیچ آوازی، هیچ رقصی و این چیزی بود من درآوردم که اینا رو ثبت بکنم. و این کتاب که چاپ شد اوف، اول همه شوک شده بودن که ولی تأثیری که گذاشت این بود که واو، هر کسی هر قوم قبیله آیینی داره و همه آیینا بد نیستن. بنابراین برای نجات خودم مثل که آدمی که تو تاریکی آواز میخونه، یعنی یک آیین نوشتن برای نجات خودم بود، برای نجات او چیزایی بود که دوست داشتم و از ما آدمای بهتری میساخت. و خیلی ممنون که گوش دادین. اگر سوالی باشه من حاضرم جواب بدم، اگه چیزی افتاده بود بازم شاید تو سوالاتون بیشتر توضیح بدم. خسته نباشید. یه چیزی من دارم فقط میخوام بگم که اگه آدم وا داده بود الان ما واقعا ما اینجا نبودیم.
انسان از اول مقاومت کرده و و تو میشه میدونی من فکر می‌کنم یه تیکه بگم اینو بگم تو کتاب چیزو می‌نوشتم رمان ساعت پنج کنار دریاچه رو رفتم بخشش مربوط به ملیت‌های مختلف آرژانتین رفتم رو پرنده‌ها تحقیق کردم می‌خواستم ببینم که آیا در آرژانتین پرنده‌ای هست که تو طوفان خانه بسازه نبود ولی یه پرنده‌ای رو پیدا کردم که عقب عقب میرم بعد به خودم گفتم پرنده‌ای که تو طوفان خونه می‌سازن فقط ایرانی‌ان مرسی اسلامی نیست، اسلام واقعی یه چیز دیگه است و بعد خودم فکر میکنم به فردوسی بدبخت که اون همه سال جنگید و ما دوباره ملت ایران رفت و آخونده رو آورد خمینی رو آورد و کشت و کشتار رو انداخت من نمیدونم آیا این روشی که ما آروم جلو میریم داستان تعریف میکنیم ولی واقعا حمله نمی کنیم به اسلام واقعا بیان نمی کنیم که بابا اسلام خوشدار کرد تجاوز کرد به همه سیویل همه تمدن ها به مردم به همه از مصر گرفته تا نمیدونم تا هند آیا این روش آرومی که ما می کنیم نیستش که اینا رو دوباره سر کار میذاره همونطور که فردوسی بدبخت اون همه زحمت کشیده ایرانی ها و همه این مردم احمد هنوز مسلمان هست هنوز میگه این اسلام واقعی نیست اسلام واقعی خیلی در بزرگ من یه اول انقلاب من نبودم البته این جلسه رو خواهرم برای من تعریف میکنه گفت که به بچه ها گفته بود ببین هر کی بیاد جای خدا دیگه نمیتونی برش داری فرق نمیکنه اسلام یا هر مذهبی دیگه خب هر کسی بشینه جای خدا خیلی سخت برش داری بعد هر کس تو حوزه خودش حرف میزنه من اینجا قرار بود برنامه‌م اینه که درباره چگونگی نوشتن اهل‌ی غرق و اون چی که باش مواجه بودم ضمن اینکه دوستان مسلمونی دارم که تو زندان‌های مشهدن با اجازت و من نمیتونم بگم اونا آدم‌های بدی هستن و معممم بودن بعضی‌هاشون یعنی دوست مشترکی بود با همسرم که اینا پور معمم زندان مشهد میگفت باور نمیکنه یکیشون میگفت باور نمیکنه سر چه چیزایی اینا رو میگیرن من خودم هیچ مذهبی ندارم ولی به تمام مذاهبی که حقوق بشر رو رعایت میکنن و نمیخوان برتری خودشون رو نشون بدن و نمیخوان انسان رو کنترل کنن و نمیخوان آدم ها رو تو باکس کنن به هر اعتقادی که به آزادی انسان بیشتر پروبال بده باور دارم و حرمت میذارم زندگیم هم نشون داده که هر جا چیزی بوده که مانع این تفکر بوده ساکت نبودم آدمی نیستم که ساکت باشم اما دوستانی دارم که وقتی باشون بحث تو رو میکردم که میگفتم مثلا اسلام به کشور ما حمله کرد و فلان میگفت به کشور ما حمله نکرده و با صلح اومده مثلا آلبانی ها که مسلمونن اونایی که مسلمونن اونا با صلح صفا مسلمون شدن یا فرض کن توی مالزی اینا نرفتن به جنگ خیلی جا نرفتن به جنگن اون اوائلش اومدن که خیلی کشورگوش های اینا کردن ولی بعدهاش با یه چیزای دیگه رفتن الان مثلا اینا خارج میشه از بحث ادبیمون ولی میدونم که تو آفریقا با پول و مثلا اون گشنه ها و اینا رو یه جوری مثلا غذا میدن اونجوری میکشوننشون مثل این کلیسایی که اینجا به هوملسا خونه و غذا میدن در هفته یک شنبه من یک دفعه رفتم دیدم عیناً انگاری آش نظری داشتن میدادن
اینا چیزاشون هم یه چیزیه، شیوه های مقابله با آدم ها و جمع کردن آدم هاش مثل هم دیگه هست، فرمول داره، فرقی هم نمی کنه چه مذهبی باشه. ولی به هر حال من خودم از اون آدم هایی هستم که به من ایراد می گیرن تو توییتر، میگن خانم جان شما شما نویسنده ای هستی چی رو فحش می دید؟ شاید باید فحش داد چون والا من که خیلی فحش دادم، ولی با فحش دادم به نتیجه نه. یه جایی هست آدم باید منطقی حرف بزنه، یعنی باز کنه مسئله رو، یعنی ریشه‌شو باز کنه ببینه. اتفاقا من فکر میکنم ما بیشتر فحش میدیم و کمتر نقد میزنیم به اون مسئله اصلی، برای اینکه همش هم اسلام نیست. ببخشید اونجا استاد ما اینجا، استاد همه ما اینجا هست که میتونه خیلی خوب صحبت کنه راجع به این اساطیر و اینها، و من اخیراً یه جمله ازشون خوندم که میکس از این همه این چیزا. آقای بیزایی ببخشید من جلوی شما دارم فصل فروشی میکنم. با خدا خواهش میکنم. اصلا یعنی کاملا ناخودآگاه ایشی که مثل که تمام سلول های بدن آدم در یک جهت حفظ خودش میره، مثل اینکه یک جاهایی هست، یک مثلا بدن انگاری کامپیوتر باشه، یه جایی مثلا ضد ویروس گذاشته باشه عمل کنه. من ضد ویروس عمل کردم میشوری مثل یک کامپیوتر، رفتم در جهت چیزی رو که ثبت کنم اونا رو و نه برنامه‌ای داشتم. مثلا نمیدونم شما، گفتم که رفتم یه روستای چاهک 16 نفر جمعیت داشتم، همه جا میرفتم. بعد اون کسی که با من صحبت میکرد گفت ببین این اینجا اهل غرق هم. گفتم اهل غرق؟ گفت اینا کسایی هم که سالها پیش اینجا چیز شد. خب اینو من کلمه اهل غرب کلمه زیبایی بود، یعنی ادبیات مثل اهل هوا. خب اهل هوا داشتیم ولی اهل غرب نداشتیم. خب بعد داستان رو من براش میسازم دیگه. خب بعد کشتی شکستگان شد که یکی از بهترین داستانهای منش، شعریه که به کلی چیز شده، هم انگلیسی چاپ شده تو World Literature Today و هم توی چیز تو استرالیا مجموع داستانی چاپ شد که چیزش منتقدش اول چیزم اشاره کرده بود به این کشتی، چیز عجیب و غریب. و کشتی شکستگان فکر میکنم باعث توقیف روزنامه کارنامه هم همین کشتی شکستگان شد، ولی نگفتم چون یه چیزی رو که من میخواستم اینجا بگم که این عمل کرده اینا، این اهل غرق همه ازش شنیدن. ببین من 1369 چاپ شده، بعد چاپ نشده 1383، شو فکر کن چند سال، 12 سال. بعد من فکر کردم که این کتابی که این قضا شرح زدن چطوری، ببین آدم ها رو به چه چیزایی با می، یعنی تو وقتی اونجا هستی فکر میکنی خب چاپ نمیشه دیگه، یعنی توقعات میاد تا اینجا، یعنی کوتوله میشی، اعتراض نمی کنین کتابی که این قصر ناشرش کجاست؟ گم شده، ناشرش دیگه ناشر نیست. خب پس کجا چی به کی بدیم؟ بازی های وزارت اطلاعات بود. یک کتابی نباید مهر 50 تو بره تو مثلا بازار سیاه، هر چی دلشون میخواد، برشکسته کردن نویسنده، نابود کردن هنرمند، که دست جلو همه دراز باشه، خب نیازمند باشه. اگه مور 50 بزنه اسم برای من دیگه، این کتابش مثل اون کتابایی که خودشون چاپ میکنن یا 100 تا مثلا چیز میشه، خب سر تا پاش نگاه کنی اصلا آدم نمیفهمه چجوری ممکنه که کسی اینا رو بخونه. خب این کتاب 14 سال دو بار چاپ شده، یعنی در مجموع. بعد هر کم ببینی میگه خوندم. حالا من نمیگم این ناشرا، ولی در یک فضای اینجوری
در یک فضایی که آدم ها میتونن تقلب کنن، اون کسی درست کاره که تقلب نکنه. تو اگر که یه جایی مهل امکان تقلب نداشته باشی، تقلب نکنی، کسی نمیتونه بهت بگه تو متقلب نیستی. ولی شما نگاه کن، کتاب چاپ میشه، زیرزمینی فروخته میشه، نویسندهش داره بدبختی میکشه اینجا. خب؟ به هر حال ما نویسندگان خوب، من از خودم دارم حرف نمیزنم. من رفتم تا اومدم اینجا، رفتم یه دوره سه ماهه دیدم، گفتم آقا جانم جلو خودت خبردار باید نسو، دهه 60 رو دیدی ها، اینجا هم درست تموم میشه میره، کار پیدا نشد میری اونجا این کارا رو میکنی. خب؟ ولی نویسنده هایی هستن که واقعا نمیتونن و خیلی خیلی از هنرمنده هستن مشکل دارن و خب چاپ پراکنده میترسیدنم بیان به طرف آمازون. خب شما فکرش کن، کل یه جوری چاپ میشه، نمیدونم فرانکفورت یه عده چاپ میکنن، برلین یه عده چاپ میکنن، سوئد یه عده چاپ میکنن، اونجا یه این چه ادبیات چلشقیه، کی میتونه این کتابا رو بخونه؟ ولی من بهشون گفتم نگاه کنین دوستان، شما اگه بذارید تو آمازون، هر ایرانی که خارجه کردیت کارت داره دیگه نمیتونه زیرش بزنن بگه آی وای من این کتاب تو بود فلان. نه کردیت کارت داری بگیر، اگه کتاب خونی دیگه درسته، اگه به فرهنگت احترام میذاری، شما از فردوسی بزرگ میگی، این بیچاره با چجوری مرد آخه؟ خب فرهنگ نیست که پشت بدی به یه مذهبی حالا یا چیزه، فرهنگ اینه که شما فرهنگ رو نگه داری، حفظش کنی. و این جلسات آینی هست که کمک میکنه به پیش برد کار. این جلساتی که بشینیم با هم حرف بزنیم، بحث کنیم، خاطراتمون رو بگیم نترسیم. خب قبل از اینکه بیام داشتم با بهار عاطفه حرف می‌زدم، گفتم بهار عاطفه میدونی چی، تو انقلاب خیلی وحشتناک بود برای من. بعد گفتم این که اینا به مردا گفتن لباس بپوشین سینه بزنین، این حکمت ها، شما فکر کن مردا از اینجا به بالا لخت بودن، این از زیبا مردان ماهیگیر، بازوهای ورزیده، سینه های درخشان، به این دست میرفت بالا، اینقدر زیبا، یادم عاشقشون میشد دیگه، یا حال نمیکرد. و حالا بیت سیاه بپوشین و بگفتن این دخترها دیوونن، میرن اینا رو نگاه میکنن، چی برای نگاه کردن هست؟ واسه کل شوخی و این بحث ها کردیم قبل از اینکه بیاییم. جانم من یه سوالی داشتم، اگه یکی باشه که اون جلسه که با هم داشتیم کتاب خونه راجع به همین اهل غرب صحبت کردیم، راجع به این ریالیسم جادویی و تشابهش با مارکس، با سب شما اون موقع که کتاب رو می نوشتین همینجوری داستان شما رو به این سبک سوق داد یا مثلا داشتین اصلا راجع به این سبک می خواستین بنویسین؟ اصلا تصمیمی در مورد این که به من سال 52 یا 53 هست که 100 سال تنهایی رو می کنم، وقتی دوستی به من داد، من رسیدم اونجا که ملکیادس میگه اگه خدا وجود داشته باشه باید بتونی عکسش رو بگیری، رفتم کتاب ورشم، رفتم داشت درس میداد، معلم زبان بود، رفتم در رو باز کردم گفتم نگاه کن ببین چی نوشته، گفتم این دیوونه است. بعد همینجور که میخونم فکر کردم ای خدا، حالا خارج از اون فرهنگ مسیحیتش و کتاب بایبل که روون اونجا، یعنی چه چیزایی، چه شباهتهاییه، ببین اون چیزی که بعد سعودی قبلش این کارها رو کرده بود، ولی اون چیزی که به تو میده مارکز جرأته، یعنی خجالت نمیکشی دیگه بیای حرف بزنی، صحبت بکنی از این چیزا، یعنی فکر نمیکنی چیز عجیب غریبه بهت بگن جنگیر. حالا بعد من دیگه انقلاب میشه، و منو میگیرن، شب اولی که هر کس اینجا بازداشت شده میدونه شب اول چه خبره، یعنی تمام بدنت یخ میزنه و
و یه سرمایی تو بدنت میره که معنی نداره، تو کلمه نمیتونی براش پیدا کنی. این سرمای قطب نیست، سرمای یخبندون و اینا نیست. من تا حالا نمیدن سرمای مرده چه سرماییه. خب من اونجا به خودم گفتم بیچاره و بدبخت شدی. نگاه کن این همه قبرستونا دارن پر آدمه، با این تو سیاهی لشکر همه رو میکشن بدون اسم، تو رو هم میده به عنوان سیاهی لشکر میکشن. به خودم گفتم بیرون بیام دیگه از نمیشتن رو جدی میگیرم. خب بیرون بیام نمیشتن رو جدی میگیرم. و وقتی که این سالها تو تک میکردم چرا نوشتم و فکر کردم که خب برای همین جدی بودن نوشتن بوده دیگه. یعنی اینقدر نوشتن رو جدی گرفتم بالاخره هزار تا در زدم همشم برگشتم به دریا و اونو نوشتم. 15 سال بعدش من چیزو می نویسم، ولی روابطی که نوشتم روابطی هست که روابطی حاکم بر اون روستاست. اما مثلا وقتی خوزه آرکادیو بو اندیای اول و دوم، خب این اسما قطار باید بیاری سوار بارش کنی. خب من فکر کردم که خب پس منم میتونم بگم که خیجو دخت زایر احمد حکیم، اما اشتباه میکردم. میدونی چرا؟ چون تو ترجمه خیلی سخت میشه. ادبیات انگلیسی زبان با ادبیات اسپانیش آشناس، با فرهنگ اسپانیش آشناس، با این همه برایش سخت بود. اما با ادبیات میدل ایست آشنا نیست، تا اسمو بخونه و یاد بگیره خیلی مشکله. باید اسمو تو ترجمه به نظر من، به نظر خودم، حالا شاید بگم، حالا شاید مثلا صحبت کنیم توی دانشگاه پنسیلوانیا هست دیگه، جلسه داریم ببینیم چی کار کنیم. جانم بفرمایید. خواهش بگنم. شما بگنم. رفتی ایران مثلا ایران خارج شدید و اونا هم ما رو میفرستن فرا. اینجا فرموش خونه نیست، اینجا اینقدر اپورشنیتی به قول خوشون هست، فقط باید بلد باشه امکانات هست ازش استفاده کنی. نه از مثلا داستان نویسی و تصمیم پردازی شما یک گذار میکردید از یک سرانی جامعه که به ازش خارج این تصمیم پردازی های داستان شما بیشتر تصمیم گرفته از ایران هنوز یا از نمیشه؟ باور کنید من یکی از اون آدم هایی هستم که لوکیشن خیلی روم اثر داره، یعنی چیدمان ستینگ داستانی خیلی برای من مهم. برای همین مثلا برای هر داستان هم مسافرت میکنم. خب نمیشه، نه من این اصلا داستانی که مثلا رمانی که اینجا نوشتم، همین شبای چیز، شبای شورانگیز فصل آخرش تو لاس وگاس میذاره. من نمیتونم، یعنی چون من اینجا جدا از جامعه نیستم، با جامعه چیز دارم، رابطه تنگاتنگ دارم، نمیتونم. در نتیجه من بخشی از رمان ساعت 5 کنار دریاچه، در واقع دو تا از شخصیتاش آلیس مکینی هست، گابریل هست که شوهرشه یا دوست پسرشه، و این دوتا هستم و من، یعنی زنی که با شوهرش مثلا از یک مسیری طی کردن، اینا همسایه هست. خب بنابراین بخشی از فرهنگ آرژانتینه، بخشی از فرهنگ ایرانه. نه ببین نیم، نه چیزم نکردم که بشینم جهانی کنم خودم ها. بابا فکر کردم این همه ما، همه مردم مهاجرن. ای بابا فکر کردم این آرژانتینی چی میگه، این گابریل چی میگه، خب این آلیس چی میگه، اون چی میگه. خب اینا با من رفیق بودن، من 13 سال اینجام، چطور یعنی نمیشه دیگه. بلکه نمیتونم الان راجع به جفره، اصلا غیر ممکنه. اگرم بنویسم میشه آناهیتا و آواز عاشقانه یال، که یک کسی است که داره کنفرانس میره راجع به اسطوره‌ها بده و داره این ستا رو بررسی میکنه و یکی رو میبینه فکر میکنه که این کی آدمه یا نه. من خوندم اینو تو یوتیوب هست، دوستان برن گوش بدن. اگه و این مثلا سشق شدن یک مثلا خدا، یک خدای زن رو میگه که چجوری سشق میشه و با همون فضای وهم‌آلود و اون برجای عجیب، یعنی ستینگ داستانی پیتسبورگه که با اون همه برج، اون همه
نمیدونه اصلا. اصلا تو وقتی میخونی نمیفهمی این فضا اصلا واقعی است واقعی نیست دیگه. جفره نیست قربان شکلت. من خیلی وقت اومدم از اونجا بیرونم. Thank you.